برانکو چی شد، میمونه یا میره؟ ایشون آخرین صحبتی که دیروز در جلسه هیئت مدیره ما با آقای عرب و دوستان دیگه داشتیم، آقای برانکو فکر میکنم برای فردا قطعا مطالباتشون پرداخت میشه. یه چند روزی زودتر از تاریخی که قرار بود. در صورت باشگاه تعهداتش رو انجام میده و لذا آقای برانکو هم با تجربه یک سال دیگه با ما قرارداد داره، لذا ایشون هم باید متعهد به قراردادش باشه. آه ممکنه نباشه، چون میگم وکیلش فرستاده پولش رو نقدی بگیره تو چمدون. آره من ندیدم، از شما شنیدم. والا ما هم سر صبح که این کانالای مختلفو باز میکنیم نگاه میکنیم. پولشو چجوری بهش میدید؟ حواله جات و اینا که گیره، احتمالاً بعد کاغذی بدین بهش. روشی که باشگاه داشته در سنوات گذشته همون روش ما دنبال میکنیم و انجام میشه. بعد گفته کل پول قرارداد سال دیگه اگه بخوام بمونم میگیرم پیش پیش، درسته؟ قراردادی که ایشون داره معمولاً با توجه به آیتمای قراردادیش ما 20% از قرارداد سال دیگه رو هم بهشون فردا پرداخت می‌کنیم. خب پس دیگه موندگاره، چون یه شایعه دیروز اومد که با یه تیم عربستانی صحبت کردن گویا. حالا اون کانالی که اینو مطرح کرده بود از نقل قول از یکی از رسانه‌های عربستان سعودی بود. که حالا اون رسانه ها معمولاً در بخش تضعیف ورزش ما همیشه کار می‌کنه. ایشالا ساعت نخواهد داشت. پس ما اگه بخوایم به صورت قطعی از شما بپرسیم، اینه که آقای برانکو حداقل برای یک سال آینده در ایران و پرسپولیس ماندگار هستند. بله دیگه، ما به تعهدمون عمل کردیم و ایشون هم چون آدم اخلاق مداری هست حتما به تعهدش عمل خواهد کرد. و آقای عرب گفته بودن که چون طرفدارا راضی ان و نتیجه هم خوب گرفته بلند مدت می‌بندیم. الان یک ساله هست یا اینکه بلند مدت رو هم فردا شو ردیف می‌کنیم؟ ما با توجه به قراردادی که با ایشون داریم، خب یک سال دیگه که در خدمتشون هستیم، ما از ایشون یه برنامه مینیمم 3 ساله خواستیم. یعنی اینکه در صورت باشگاه بزرگ باید این کار رو بکنه، یعنی ما برنامه های آیندهمون هم باید با توجه به نوع نگرش سرمربی مشخص بکنیم و ایشون هم با توجه به ضیق وقت داشتن، هم لیگ ما فشرده بود هم مسابقات پی در پی، ایشون نظرشون این بود که بعد از بازگشتشون از مرخصی این برنامه رو به باشگاه ارائه بدن. بله مثل نگرانی هایی هم داشت به جز مسائل مالی، دخالت بقیه نمیدونم، هیچ نگرانی به جز داستان پولی نداشت؟ فکر نکنم، یعنی از خود ایشون شما سوال بکنید، من فکر میکنم باشگاه بهترین شرایط رو برای حضور ایشون داشت. یعنی ما حتی برای مثال عرض میکنم برای پرواز تاشکند که تیم ملی باید میرفت، اصحایی میکنم پرسپولیس باید میرفت به تاشکند، خب باید میرفت از مسیرهای مختلف میرفت. خب ما یه پرواز چارتر گرفتیم که تیم از تهران تا زرف فرودگاه مهرآباد مستقیم بره فرودگاه تاشکند. یعنی این بخش از پشتیبانی کار رو باشگاه به خوبی انجام داد و ایشون دغدغه‌ای نداشت. خب اگه خدای نه حالا خدای نکردم نه حالا به هر علتی تقیب توقی خورد و 1% برانکو موندگار نشد، الان توی هیئت مدیره به گزینه‌های جایگزین فکر کردین شما؟ ببینید با توجه به گزارش آقای عرب به عنوان مدیر عامل، حضور ایشون در تیم پرسپولیس با توجه به تعهدات طرفین قطعیه. حالا قطعی است که بالاخره باید ایشون هم تعهداتش رو انجام بده، لذا وقتی این موضوعات هست اصلا پرداختن به این مسئله زیاد جالب